يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. درس دیگری از درس های مهم عقیده اسلامی که برای همه امت اسلامی مرد و زن عالم و عوام یاد گرفتن آن فرض عین است، موالات مکفره است. موالات در لغت به معنای دوستی ها و ارتباطات عمومی، مکفره به معنای کافر شدن، یعنی دوستی ها و ارتباطات عمومی که انسان از اسلام و ایمان بیرون میکنه و کافر و مرتد میسازه و تمام اعمال عمر انسان باطل میسازه و زن انسان طلاق میشه و انسان واجب الجهنم و واجب الدوزخ میشه و از اسلام بیرون میشه معاذ الله. بعد اینطور ارتباطات و دوستی ها رو مسلمان بفهمه به واسطه که به کفر و به ارتداد و بیدینی نعوذ بالله داخل نشه و اسلام و ایمان ضایع نشه. اول دوستی کردن با کفار. دوستی کردن با کفار حرام است و کفر است، یعنی مراد از کفار اینجا دوستی کردن با کفار حربی است، کفاری که با تبلیغات با مال و با اسلحه به ضد مسلمین مبارزه میکنه یا برنامه داره یا راهکار داره. اگر کسی با اینا دوستی میکنه یک کافر میشه. مطلق دوستی با کفار حرام است، اما معامله و تجارت و داد و بستد با کفار ذمی و با کفار مستعمل که به اجازه امیر مسلمان ها و خلیفه مسلمان ها در کشورهای اسلامی داخل میشن یا کار میکنن، به او داد و بستد و معامله و تجارت جایز است، اما دوستی جایز نیست. باز دوستی کردن با کفار حربی کاملا کفر است و دوستی کردن با عقیده کفار هم کفر است. یک کس با عقیده کفار دوستی میکنه، با آنچه که کفار اعتقاد دارن و باورمندی هایی که دارن. و سوم با قانون و نظام کفار یک نفر دوستی میکنه هم کافر میشه. قانونی که اونها میسازن کتبی یعنی کتابتن و نظام ادارات و شعبات و تشکیلاتی که در دارن و او رو نظام میگن. پس اگر کسی با قانون و نظام کفار دوستی کنه یا تابعداری کنه یا اطاعت کنه یا عمل کنه، کافر بالله میشه، مرتد میشه، از اسلام بیرون میشه. و چهارم دوستی کردن با متبعین کفار، کسایی که قانون کفار قبول کردن یا با کفار پیمان ساختن به خلاف شریعت، دوستی کردن به خلاف شریعت و ارتباط کردن به خلاف شریعت و خلاف کتاب الله، یعنی بدون اینکه اونها جزیه بدن، بدون اینکه اونها زیر قانون کفار و زیر قانون مسلمان ها باشن، بدون اونها که یعنی به مایده قانون کفار وضع کرده و اینا به اونها دوستی کردن. هر کس که از قانون کفار اطاعت میکنه و تابعداری میکنه یا متبعین اونها، یعنی کسایی که در کشورهایی که قانونهای کفری رو کفار در پارلمانهای اروپا میسازن بر اینا روان میکنن، مثل دموکرات ها، مثل کسایی که به دموکراسی عمل میکنن یا راضی میباشن، یا کسایی که از دموکراسی تابعداری میکنن یا قانون بین الملل اطاعت میکنن و این کسا. دوستی کردن با کفار و با عقیده کفار و با قانون و نظام کفار و با تابعدارای کفار، یعنی تواقید، کسایی که ضد شریعت قانون ساختن یا حکم کردن یا عمل کردن یا راضی بودن یا دفاع کردن، اینا رو میگه متبعین کفار، یعنی تابعدارای کفار، غلامای کفار. اگه به اینا انسان دوستی کنه، قلبی و فکری دوستی میکنه با اینا، انسان کافر و مرتد میشه، چرا که اینا با دشمنای الله جل شانه است. و پنجم دوستی کردن با او گروه یا فرقه های باطلی که در برابر مجاهدین و موحدین یا مسلمان ها جنگ میکنن و جنگ خود یا جهاد میگن یا حلال میگن و دلیل شرعی هم به انجام و کار خود ندارن، به سبب تعصب یا حزب گروه یا جغرافی و خاک یا نسبیت یا قدرت یا موقف و یا استثمار یا کمک کفار در برابر مسلمین و مجاهدین میجنگن، جنگ خود یا عبادت میگن یا حلال میگن یا جهاد میگن و دلیل شرعی هم ندارن، چرا که جنگ با مسلمان حرام است. اگه او را حلال بگی این کفر است، حرام حلال گفتی. و جهاد در برابر کافر و مشرک و مرتد است و در برابر مسلمان اگه بگی که من جهاد میکنم این حرام است و این کفر است، چرا که تعیین کننده حکم جهاد الله جل شانه است و مستحق کسایی که قتال میشن و کشته میشن و مردار میشن کافر و مشرک و مرتد است. پس اگر در برابر مسلمان یک انسان جنگ بکنه و او را جهاد بگه و بگه که مسلمان ما مردار کردیم و بگه که این کار ما حلال است یا عبادت است یا نعوذ بالله این جهاد است، با این انسان از اسلام و ایمان بیرون میشه، باز این خلاصه مرتد میشه نعوذ بالله. پس این میگه ارتباطات عمومی، موالات مکفره، دوستی ها و ارتباطات عمومی که انسان کافر و مرتد میسازه و از اسلام بیرون میسازه. چنانچه که الله متعال در قرآن کریم سوره مائده آیه 51 میفرماید یا ایها الذین آمنوا کسایی که ایمان آورده لا تتخذوا الیهود و النصارى، نگیرید یهود و نصارا را اولیاء هم به دوستی بعض هم اولیاء و بعض، اینا در بین یکدیگر دوست هستند. فمن یتولهم منکم، هر کس از شما به اینا دوستی کنه یا تابعداری کنه یا اطاعت کنه یا به اینا محبت کنه یا از امور اینها اطاعت کنه، ف
فانهم منهم از جمله یهود و نصارا شد، یعنی پس از جمله یهود و نصارا شد، کافر و مرتد شد، از اسلام بیرون شد. ولو که کلمه بگه، نماز بخونه، روزه بگیره، هر چی بکنه، این همه باطل است و قبول نیست. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، الله جل شانه به یقین که قوم ظالم را هدایت نمی کند. ظالم کیست؟ که او از حدود و امر الله جل شانه سرکشی کرده و از اسلام و ایمان بیرون شده. و این رقم دوستی انسان از اسلام و ایمان بیرون می کند.